با عرض سلام خدمت همراهان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران امروز با یک ویدئوی آموزشی در خدمت شما هستیم که توضیحات پنل دانشجویی رو خدمت شما عرض کنیم در ویدئوی قبلی همونجور که مشاهده کردید ما با پر کردن یک فرم خیلی ساده و انتخاب کلاس مورد نظرمون تونستیم توی آکادمی بشریت ثبت نام کنیم امروز با همدیگه میریم که پنل دانشجویی رو بحث کنید در ابتدا من میخوام یک بار دیگر مروری داشته باشم روی ثبت نام آنلاین پس از مراجعه به وبسایت آکادمی بشریت گزینه آخر ثبت نام آنلاین رو انتخاب میکنیم به یک صفحه منتقل خواهید شد که از شما یک سری اطلاعات رو درخواست میکنه گزینه اول انتخاب کلاس هست کلاسی که میخواین توش ثبت نام کنید انتخاب میکنید نام نام خانوادگی تاریخ تولد جنسیت شماره موبایل و ایمیلتون رو وارد میکنید و در پایان گزینه قرار داره که شما چنانچه بخواین بیش از یک کلاس بردارین اینجا میتونید اون رو یادداشت کنید و توسط مدیر شما در کلاس دوم سوم و الی آخر نیز ثبت نام خواهید شد و اما موضوع مهم این هست که ایمیلی که اینجا وارد می کنید باید یک ایمیل معتبر باشه چرا که رمز ورود و پسورد شما به پنل کاربریتون به این ایمیل ارسال میشه و در آینده هم کلاس هایی که شما قرار هست حضور پیدا بکنید به این ایمیل ارسال میشن اگر امتحانی قرار باشه گرفته بشه هم همینطور خب ما بیشتر روی این موضوع توضیح نمیدیم ورود رو در حاشیه سمت راست انتخاب میکنیم که ناحیه ورود متخل بشیم در این صفحه از شما نام کاربری و رمز عبور درخواست میشه دقت داشته باشید شما به عنوان کاربر باید وارد بشید و در این قسمت کاربر ذکر شده باشه به ایمیل خودتون میتونید مراجعه کنید و رمز ورود و نام کاربری که از طریق آکادمی بشریت برای شرکت در آکادمی برای شما ارسال شده رو مشاهده کنید این دو مورد رو خیلی ساده اینجا وارد می کنید و گزینه ورود رو می زنید. پس از انتخاب گزینه ورود شما به یک صفحه منتقل خواهید شد که در این صفحه با یک پنجره مواجه خواهید شد به نام انتخاب کلاس اگر شما در بیش از یک کلاس ثبت نام کرده باشید این کلاس ها به صورت لیست زیر هم در این قسمت قرار خواهند گرفت و شما خیلی ساده با انتخاب هر کلاس میتونید به ناحیه کاربری اون کلاس منتقل بشید خب ما یک کلاس بیشتر نداریم همین رو انتخاب میکنیم و ادامه رو میزنیم خب به صفحه متقل میشیم که پنل دانشجویی میباشد در این صفحه در قسمت کلاس ممکنه شما هم نام کلاس رو واضح نبینید به خاطر این هست که طولانی هست نام کلاس فشار دادن کلید CTRL و منفی میتونید صفحه رو کوچیک کنید و مشاهده کنید به چه صورت هستش خب من صفحه رو به حالت قبل برمیگردونم که نوشته ها واضح تر باشند توی این صفحه ما یکی یکی میریم و این گزینه ها رو توضیح میدیم گزینه اول ترم جاری شما هست گزینه دوم همین صفحه هست که داخلش هستین مشخصات شما نوشته شده گزینه بعدی ما کلاس های آنلاین هست کلاس هایی که شما در آینده برای این درس میگذرونین و شرکت میکنید توی این قسمت نمایش داده خواهد شد دبیر زمانی که کلاسی رو ثبت کنه توی این قسمت به صورت خودکار ایمیل اطلاع رسانی برای ایمیل ثبت شده شما ارسال خواهد شد و مشاهده خواهید کرد که چه روزی و چه ساعتی کلاس خواهید داشت در حال حاضر به صورت تست ما یک کلاس اینجا قرار دادیم که تنها ببینید به چه صورت هست تاریخ کلاستون و ساعت اون همینجور عنوان کلاس و استادی که قرار هست تدریس بکنه وضعیت کلاس قابل مشاهده هست زمانی که کلاسی لغو نباشه اینجا یک گزینه سبزرنگ شما خواهید داشت که با انتخاب اون گزینه میتونید به راحتی وارد کلاس بشین چه با گوشیتون چه با لپتاپتون چه با اپلیکیشن و چه با مرورگر این هم کلاس آنلاین گزینه بعدی جدول زمانی کلاسی هست که شما برداشتین اینجا میتونید مشاهده کنید که مثلا در روز چهارشنبه ساعت سه بعد از ظهر تا پنج بعد از ظهر شما مجموعه نرم افزار آموزش نرم افزار آفیس رو دارید اگر کلاس دیگه هم داشته باشید به همین صورت برای شما قابل رویت هست سیلابس درسی این درس هم این کلاس هم توی این قسمت قابل مشاهده هست که در آینده میتونید این رو مشاهده کنید وضعیت برنامه درسی رو اینجا داریم که شما در آینده میتونید سرفصل ها رو اینجا مشاهده کنید و مشاهده کنید چه ف... سرفصل هایی درس داده شده و چه مقدار چه میزان از یک کلاس پشت سر گذاشته شده در واقع میتونید ببینید در کجای این کلاس هستید چند جلسه دیگه مونده که تموم بشه کلاستون گزینه بعد تکلیف هست چنانچه دبیری صلاح بدونه که تکلیفی برای دانشجو ارسال کنه در این قسمت قابل رویت هست امتحانات آنلاین قسمت مهم پنل شما هست زمانی که کویز یا امتحان میان ترمی قرار باشه گرفته بشه و یا پایان ترم توی این قسمت قابل مشاهده خواهد بود چه تستی و چه تشریحی کاملا آنلاین شما میتونید اینجا با انتخاب یک ای که در آینده قابل رویت خواهد بود شروع امتحان رو بزنید و در امتحان شرکت کنید گزینه بعدی درخواست مرخصی رو داریم چنانچه درخواست مرخصی داشته باشید به ناب دلایلی میتونید اینجا مطرحش کنید گزینه اضافه کردن رو بزنید در چه تاریخی برای چه کلاسی میخواید مرخصی بگیرید و از کی تا کی هست تاریخ درخواستتون رو اینجا می نویسید و تاریخ روزی که میخواید مرخصی بگیرید اینجا وارد میکنید دلیل خودتون جهت مرخصی رو می نویسید و اگر فایل سند و یا به قولی مثل نسخه پزشکی دارید برای تاییدیه غیبتتون اینجا زمیمه می کنید و ذخیره رو می زنید. موضوع بعدی مرکز دانلود هست چنانچه مجدد تکالیفی باشه اینجا میتونید دانلود کنید جزوه ای استاد بخواد بده میتونید اینجا دانلود کنید موارد دیگه باشه که به عنوان مثال کلیپی ویدیوی موضوعی باشه که نیاز به دانلود شدن باشه همه در این قسمت قابل مشاهده خواهد بود گزینه بعدی گزینه حضور و غیاب رو داریم که این حضور و غیاب توسط دبیر انجام شده شما میتونید توی این تقویم ببینید که چه روزهایی حاضر بودید چه روزهایی غیبت داشتین اگر با تاخیر اومده باشین توی این جدول قابل رویت خواهد بود امتحانات رو دارید که توی این قسمت برنامه امتحانات قرار گرفته میشه چه روزی چه امتحانی دارید و همینجور نتیجه امتحان شما گزینه بعدی گزینه تابلوی اعلانات هست و همینجور که یک مدرسه عادی تابلوی اعلاناتی در سالن اون قرار داره اینجا هم ما یک تابلوی اعلانات رو داریم که مباحث مهم اطلاعیه های مهم در این قسمت قابل مشاهده خواهد بود زمانی که یک اطلاعیه منتشر بشه توی تابلوی اعلانات شما توی صفحه خودتون یک نوار سبز رنگ در قسمت بالا مشاهده خواهید کرد که با انتخاب اون به این صفحه مراجعه میکنید و میتونید خیلی راحت روی تیتر این اعلان کلیک کنید و جزئیات رو مشاهده کنید در حال حاضر ما خوش آمد گویی رو داریم گزینه بعد نظراتی هست که دانش آموزان رعی هایی هست که دانش آموزان به دبیرها میدن خیلی ساده شما میتونید میزان رضایتتون از کلاس برگزار شده توسط یک دبیر رو توی این قسمت با نظردهی و امتیازدهی و همینجور نظرتون رو اینجا میتونید بنویسید و ذخیره کنید و در پایان هم ما کتابخونه رو داریم که کتاب هایی که مرتبط با درس خودتون هست در آینده میتونید اینجا پیدا کنید. موضوع بعدی که قرار هست راجع بهش بحث کنیم، موضوع چتروم این سیستم هست. شما میتونید به راحتی توی این قسمت با انتخاب گزینه چت و با انتخاب شخصی که میخواین باهاش چت کنید، اینجا چت کنید. زمانی که این صفحه براتون باز شد، با جستجو کردن نام و اون شخص، نامی که توی آکادمی ثبت شده و اضافه کردن اون میتونید به راحتی باهاش وارد چت بشید و چتتون رو داشته باشید اگر سوالی داشته باشید از دبیری میتونید اینجا هم سوالتون رو مطرح کنید موضوع بعدی موضوع تقویم و لیست هست چنانچه شما بخواین برای خودتون یک آلارم برای یک روز بذارین یک یادآوری برای یک روز بذارین میتونید خیلی راحت از این قسمت این کار رو انجام بدین و این صرفا برای خودتون نمایش داده میشه به عنوان مثال یک یادآوری میذارین که پنج روز دیگه در روز مثلا 15 هم تکالیفتون رو تموم کرده باشین این به صورت یک آلارم توی این صفحه به شما نمایش داده میشه با انتخاب این گزینه هم میتونید زبان این سیستم رو عوض کنید گزینه اول شما جهت تغییر رمزتون هست با انتخاب این گزینه انتخاب تغییر رمز عبور شما میتونید به راحتی رمز عبور خودتون رو عوض کنید رمز عبور فعلی رو بالا می نویسید و رمز عبوری که قرار هست به عنوان رمز عبور جدید ثبت کنید یک بار اینجا وارد می کنید و بار دیگر تکرارش می کنید و در پایان ذخیره رو می زم. این آموزش به پایان رسید چنانچه ما موضوع جدیدی باشه مبحثی باشه که نیاز باشه توضیح داده بشه به صورت ویدئو در آورد و اطلاع رسانی میکنیم با تشکر از توجه شما برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.